همکارم آرش علایی از داخل محل همایش ملی جمهوری خواهان به ما پیوسته. آرش، میدم طبیعی وقتی ما با چهرهای جمهوری خواهان اینجا صحبت میکنیم، به خصوص تو که دائم باشون مصاحبه میکنی، در مورد ایران بپرسی، اونها جواب بدن. ولی حتی موقعی که ما صحبت نمیکنیم، در مصاحبه های خود شما شبکه های آمریکایی مثل فاکس، مثل سی ان ان، این موضوع ایران موضوع داغیه. بله، موضوع داغی هست و داغترم خواهد شد، به خاطر اینکه داستانیه که الان 4 سال دولت بایدن مثل یه قوطی کنسرو که شوتش میکرده پایین خیابون، این داستان رو عقب انداخته است. مسئله اتمی جمهوری اسلامی، مسئله حمایت از تروریست، مسئله سرکوب وحشیانه مردم ایران که اصلا این چیزی بود که حتی برای خود آمریکایی‌ها هم شوکه کننده بود. و صحبت آقای مکرمیک رو شنیدید، ایشون داشت راجع به این صحبت میکرد که خیلی از حقوقی که الان جمهوری خواهان به دنبالشان مخصوص مردم آمریکا نیست، یک سری حقوق جهانی است، همه مردم دنیا شامل میشود. البته ایشون یه جوری یه جای انتقاد کرد، داشت میگفت دولت هیچ کار خوبی انجام نمیداد حتی در زمینه اداره پست. من واقعا خندم گرفت، به خاطر که اگه ایشون میدونست در ایران ما چه سیستم و چه نظام دروغگو و درویی داریم، شاید یه خورده نظرش راجع به دولت فدرال در آمریکا تعدیل میکرد. اما الان بیرون محوطه همون محل کنوانسیون ملی جمهوری خواهان هستیم. من فکر کنم ما یه ایده‌ای بدیم به بینندگانمون که این دور و بر ما دقیقاً چه می‌گذرد. اگه فیلم بردار من لطف کنه بچرخه در سمت بالای این منطقه که ما هستیم، اونجا دارید می‌بینید که نیروهای امنیتی هستن. اون پشت در واقع اون جاییه که نیروهای امنیتی هستن، دارید می‌بینید. و بعد وقتی یه خورده بچرخیم به این سمت، تا الان اینجا رستوران ها رو دارید، میگه خورده بگیری بالا، اونجا میبینید که تبلیغ های شبکه های دیگه مثل فاکس نیوز چقدر خرج کردن، یه جایی گرفتن فقط مهمون های خودشون رو میارن. یه خورده دیگه اگر به چرخیم اینجا، یه سری از ماموران رو میبینیم که واقعا احساس امنیت میدن. و بعد هم اون وقت فرداد رو میبینید اونجا، اگه بتونم میدونی زوم کنی؟ فرداد اگه بتونیم نشون بدیم بای بای کنه واسه ما یه دفعه دیگه. آره، برای بچه‌ها فرداد هم دارید می‌بینید کجا واقع شدن. دقیقاً اون پشت اون ور، اگه اون جایی که نور هست رو می‌بینید، اون جایی بود که آقای اریک ترامپ داشت حرف می‌زد. خیلی از اعضای خانواده ترامپ هم اونجا اومدن صحبت کردن. بخش گوشه‌ای هست از این کنوانسیون که بسیار پرطرفدار هست، افرادی که میان اونجا صحبت می‌کنن، بعضیاشون هم بعضا دست راست آقای ترامپ هستن. میچرخیم به سمت پایین، اون پایین تر در واقع اینجا ساختمون ها، یا میبینید که بعضی از مطبوعات هستن، پایین ترشون یه راسته ایست که راسته ایه که تمام فروشنده ها و اینا میان یه سری مواد غذایی میفروشن یا محصولات مربوط به کنوانسیون میفروشن. این جلو هم این ترامپ 24 رو که دیگه دارید میبینید، یه خورده بهش نزدیکتر اگر بشیم، اینجا جاییه که عکس یادگاری میان میگیرن مردم در کنار این ترامپ 24. بعضی حتی میرن روش میخوابن. الان هم میبینید حتی این خانم مأمور پلیس هم نمیتونه جلوی خودش رو بگیره برای که عکس یادگاری از این داستان نگیره. به هر جهت محیط خیلی دوستانه ای هم هست، اینو به شما بگم. خیلی ها اومدن اینجا از ما پرسیدن ما اهل کجا هستیم، چرا اومدیم اینجا، چه گزارش هایی میدهیم. از ایران از ما پرسیدن، خیلی علاقمندن به اینکه بدونن از ایران. مردم خیلی مهربون و خیلی خالصی هستن در سوال پرسیدنشون، یعنی خودشون میگن ما هیچ چیز زیادی نمیدونیم راجع به ایران، ولی دلمون میخواد بدونیم. و حضور ایران اینترنشنال و بعضن بعضی دیگر رسانه‌های فارسی زبان که اینجا اومدن، خودش یک حالت تبلیغ داره برای اینا. وقتی میبینن که ما اینقدر واسمون مهم هست که میایم همچین چیزی رو پوشش خبری میدیم، از ما تشکر میکنن. خیلی‌ها میان غرفه ایران اینترنشنال که اون پایین‌تر هست عکس میگیرن در کنار غرفه ما. و امشب هم چون خیلی وقت ندارم، الان منتظر سخنانی جی دی ونس هستیم. اگه مطبوعاتو بخونید پشت سر هم گزارش های مختلف راجع به آقای جی دی ونس منتشر میشه. پولیتیکو یک گزارش نوشته 55 چیزی که راجع به جی دی ونس باید بدونید. وال استریت جورنال یک مقاله نوشته در مورد نگاه دیدگاه های اقتصادی جی دی ونس. و امشب خواهیم شنید که آقای جی دی ونس واقعا چند مرد حلاج است.